لایف، یس 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 یس. سلام به همه شما دوستان عزیزم، همه دوستانی از فیسبوک هستید و از اینستاگرام. برنامه امروز رو داریم با لیلی بختیاری میریم که EFT پرکتیشنر هست و اینکه بعد از اینکه من تونستم لیلی رو پیداش بکنم اینجا و بیارمش در لایو، بعد دیگه باید کامنت ها رو ببندم که سر صدا نشه و صدای بقیه در نیاد. اوکی، فیسبوک هم که امروز خیلی جامپ میکنه. اوپس، هولان سب کنید لیلی یک بار دیگه مسیج بده. هولان ایوریبادی. لیلی لطفاً یک ریکوست بفرست. There we go. موفق شدیم دوستان، موفق شدیم که لیلی رو بیاریم امروز از صبح. لیلی جان سلام عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه اومدی. دوستان عزیزی که لیلی بختیاری رو نمیشناسینش، لیلی جان EFT پرکتیشنره و در انگلیس زندگی میکنه و اینکه میریم با همدیگه که لیلی یک توضیح اساسی به ما بده برای تپینگ یا EFT که بیشتر ما رو راهنمایی کنه. بگو لیلی جان عزیز. سلام به شما و همه همراهان نازنینتون. مرسی از اینکه امروز منو دارید. خوشحالم از اینکه کنارتون هستم. چی باید بگم صدای جون؟ از تپینگ بگم؟ عشقم بله، اگر که دوست داری یک بک‌گراندی از خودت بگو و اینکه دوره و این داستانا که دوستان آشنا بشن و بعد بریم توی توضیحات. بله حتما. من همونطور که شما گفتید EFT practitioner یا EFT therapist و همونطور EFT trainer هستم. در واقع با افتخار فراوان اولین EFT trainer فارسی زبان هستم که به امید خدا خیلی خوشحالیم که قراره تپینگ رو به صورت علمی و حرفه‌ای وارد ایران بکنیم و اولین دوره های در واقع اولین تراپیست های فارسی زبان رو هم بتونیم در دنیا به ثبت برسیم، چون همونجور که میدونید متاسفانه خیلی تراپیست فارسی زبان نداریم و حسابی نیاز داریم بهش و خیلی خوشحالیم که به زودی قراره این اتفاق بیفته و دیگه داریم کارش انجام. خیلی هم عالی. بچه های فیسبوک لطفا به من بگین که صدای لیلی جان رو ما کاملا دارین میشنویم. در ضمن من اینجا بگم که من از روی فیسبوک دارین فقط منو میبینین، صدای لیلی رو میشنوین، ولی چیز اینستاگرام داره ضبط میشه، رکورد میشه. بعد از اینکه تموم شد، مرسی از سحر که امروز با من چرخه، چون من خیلی تکنولوژی رو سرم نمیشه و دیگه پیدا کردیم که از روی اینستاگرام چجوری برنامه رو آپلودش بکنیم روی یوتیوب. بنابراین دوستانی که روی فیسبوک هستین لطف کنین بگین که صدای لیلی جان رو قشنگ واضح و بلند میشنوین یا نه. اگر لیلی هم بیاد جلوتر یا صداش بلندتر بشه که دیگه عالی میشه. بله، من چون دوربینو چرخوندیم یکم باید شدم برم عقب که تو کار باشم، ولی الان عالی هستی. آره عزیزم. خب توضیح بده لیلی جان که بزنیم از ریشه EFT برای بعضی از بچه ها. میدونم که الان دیگه کاملا همه دارن آشنایی پیدا میکنن با تپینگ و EFT، ولی اگر که میخوام اینو اینجوری بهت بگم که الان تمام دوستان شروع میکنن آیا برای سردرد کار میکنه، آیا برای اضافه وزن کار میکنه، آیا برای احساس، برای همه یه جنبندی برای ما بکن در اول که دوستان بدونن آره این متد و سیستم روی همه چی کار میکنه. بله کاملا دقیقا همینطوره. ما یکی از سوالات تکراریمون مدام اینه، روی این کار میکنه، روی اون کار میکنه. خب خبر خوبیش اینه که تقریبا میشه گفت
روی هر آن چیزی که با سیستم اعصاب، سیستم روحی روانی ما میتونه مرتبط باشه تبدیل میتونه کار کنه و نتایج شگفت انگیز بده. برای اینکه من میدونم برای خیلی باز عجیبه که چطوری میشه روی همه اینا کار میکنه، به خاطر همین شاید بعد نباشه اگه موافق باشی من یه توضیح کلی بدم که اصلا تبدیل چی هست و چرا اینقدر شگفت انگیز میتونه به آدم ها کمک بکنه. تبدیل در واقع اگه بخوایم خیلی ساده اما علمی بگیم این شکلیه که روی سیستم انرژی و سیستم هورمون های بدن کار میکنه و تمام هورمون های بدن رو که دچار به هم ریختگی شدن و از تعادل خارج شدن رو به تعادل برمیگردونه و در واقع ما یواش یواش بعد از یه دوره که شروع به تب کردن هم انرژی های بلاک شده انسداد پیدا کرده در بدنمون و هم هورمون های بدنمون شروع میکنن به بالانس رسیدن و تعادل پیدا کردن. این برای همینه که در نهایت روی بسیاری از موارد به ما کمک میکنه، چون ما هر مشکلی که تجربه میکنیم از سردرد گرفته میگرن، فشارهای عصبی، استرس، پنیک، هر چیزی که داریم در واقع به دلیل همون به هم ریختگی و عدم تعادل توی سیستم هورمون ها و سیستم انرژی مونه. حالا وقتی ما شروع میکنیم اونا رو به تعادل میرسونیم، هر مسئله‌ای که بدنمون داره تجربه میکنه، فیزیکی یا روحی روانی و منتالی داره تاثیر میذاره روی ما، رو شروع میکنه به تصحیح کردن و بهبود دادن. و اتفاقی که میفته، باز یه سوال خیلی تکراری معمولا اینه که چطوری میشه که ما ضربه میزنیم به یه سری نقاط توی بدنمون بعد شروع میکنیم به نتیجه گرفتن؟ این ضربه ها دقیقاً چیکار میکنه؟ شاید اینکه ساده تر بشه درک این ماجرا، ما میگیم که در واقع تپینگ اینجوری معرفی میشه. تپینگ یا EFT Psychological Form of Acupuncture فرم روانکاوانه یا طب سوزنی هستش. یعنی چی؟ یعنی این که توی طب سوزنی میان به یه سری از مجراها توی بدن ما سوزن وارد میکنن تا اون مجراهای انرژی که دچار انسداد و گرفتگی شدن رو تحریک بکرد میکنن. ما همون کار سوزنها رو باز ضرب زدن انجام میدیم. وقتی شروع میکنیم به ضرب زدن توی بدنمون و یه سری جملات رو میگیم، بخش روانکاوانه مسئله رو همراه با اون بخش فیزیکیش که ضرب زدن هست پیش میبریم، اتفاقی که میفته اینه که به مغز ما، مرکز فرماندهی ترس ها و استراب های ما، سیگنال آرامش ارسال میشه. وقتی سیگنال آرامش ارسال شد و اون فشارها، استراب ها، ترس هایی که توی مغز ما آژیر خطرش روشن شده خاموش شد، آروم آروم هورمون کورتیزول که هورمون معروف استرس هست، آروم آروم لول به لول پایین میاد و تمام آژیر خطرهایی که توی بدن ما بوده خاموش میشه. وقتی ما روی آژیر خطرمون توی مغزمون روشنه، معنیش اینه که بدن ما اونجوری که فانکشن باید بکنه، مغز ما اونطوری که باید کار بکنه کار نمیکنه. یعنی که دیگه نه ما میتونیم خلاقیت داشته باشیم، نه میتونیم ایده های درست و اساسی داشته باشیم، نمیتونیم برای مشکلاتمون راهکار پیدا کنیم. از طرفی سیستم گوارشمون به هم میریزه، سیستم ایمنی به هم میریزه و کلی اتفاقات دیگه توی بدنمون. حالا فکر کنیم ما شروع میکنیم به ضربه زدن، سیگنال آرامش رو ارسال میکنیم به مغزمون و در نتیجه تمام این آشوبی رو که توی مغز و بدنمون اتفاق افتاده رو آروم آروم خاموشش میکنیم. و این ماجرا این شکلی میشه در واقع به زبان خیلی ساده که تپینگ شروع میکنه به سرعت اثر گذاشتن و کمک کردن به مشکلات مختلف. دقیقا. ببین لیلی جان، توی انرژی درمانی هم ما دقیقا اینو میگیم که خب من همیشه توضیح دادم، گفتم ما سه نوع انرژی داریم. یه نوع انرژی راکته، یه نوع انرژی سرکولیشن یا در جریانه، و انرژی سوم که اینتگریشن بهش میگیم، این میام در درونمون تا پروسس کنیم اون اتفاق یا اون حسو. و همیشه در انرژی درمان، برای اینکه ما بخوام انرژی رو تغییر بدیم، این عمل تکون خوردن یا مثلا زدن به خود، این مثلا تچیز کردن اون انرژی ها رو آزاد میکنه. و بعد مثلا توی خونه هم، خب من همیشه میگم که وقتی که کسی میاد خونتون
و میشینن هبیا برو دارین، شما کافیه که مثلا اگر مبلتون حالت کوشن داره و میتونین اونا رو بردارین، اونا رو اولا تب برمیدارین، تب تب میکنین و بعد اینکه زیرش رو مثلا میتونین یه مقدار آب نمک و اینا بریزین، تمیز میکنین، جارو میکنین و این عمل تب کردن حالا چه روی بدنه چه روی اشیا هستش، این کمک میکنه که اون یکی اینکه اگه انرژی نگاتیو مثلا تو یکی میاد خونت افسردگی داره، یکی میاد انرژی سنگینه و زمانی که مبل و کوشن و اینا رو تپشون میکنی اون انرژی رو آزاد میکنی. بنابراین این و چون ما بدن احساسی داریم و تمام اتفاقها از کودکی در بدن احساسی ما اینا ثبت شدن، نتیجتا وقتی که ما این تپ رو میکنیم اینا کمک میکنه که اون مریدینا آزاد بشن، یعنی اون خاطرات و اون چیزا از سلول های خاطره‌ای در بیان. خب و در واقع ما حالا توی یه بخش علمی ماجرا میگن در واقع ما میایم اون خاطرات رو، اون اتفاقات رو ری رایتشون میکنیم و ری مغز رو ری وایر میکنیم. یعنی من توی فارسی همیشه اینجوری میگم انگار بازنویسی میکنیم تمام اون داده ها و اطلاعات قبلی رو و همینطور مغزمون رو سیمکشی مجدد میکنیم با اطلاعات جدید و اون دیتایی که خودمون میخوایم جایگزینش بکنیم. این تیکه رو لیلی جان یه مقدار بیشتر جا بنداز، چون در تپینگ ما اول میام نقاط منفی رو میزنیم که با وجودی که من نمیدونم در ضمیر ناخودآگاه هم و در همه سلول های مموریم و نمیدونم دی ان ای هم این حسا رو دارم یا احساس ترس دارم یا عشق به خود ندارم، با وجود همه اینا من کاملا خودم رو عمیقا دوست دارم و میپذیرم. پس ما میایم اول منفیش رو میزنیم و بعد میایم مثبتش میکنیم. اینو بیشتر باز کن برای افراد که متوجه بشن که چرا اول منفی میگیم. درسته؟ بله. مرسی از این سوالی که خیلی هم مهمه و برای خیلی وقتا ایجاد مقاومت میکنه. کسانی که زمان طولانی، سالهای طولانی روی پوزیتیو تینکینگ، روی مثبت نگری و اینها کار کردن، زمانی که با تفکیم آشنا میشن براشون خیلی آزاردهنده است که بخوان یه سری جملات منفی رو تکرار بکنن و میترسن که من بازا این درمان نهادینه بشه. چیزی که در رابطه با این ماجرا مطرحه، ما به این نمیگیم، در واقع ما بهش نمیگیم کلمات یا جملات منفی، ما بهش میگیم تروس تپینگ یا تپینگ حقیقت. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که نمیدونم خانم لوئیس هی رو میشناسید یا همه من فکر میکنم لوئیس هی دیگه تمام کتاباش و حتی من چند سال پیش یادم میخواستم کارت بزنم، کارتایی که چیزای مثبت روزانه بود که اصلا از 10-15 سال پیش گفتن لوئیس هی اصلا کارتاش تو ایران هم هست. آره بله، ایرانی ها میشناسنش کام. بله بله. حالا میخوام از اونجا شروع بکنم چون خیلی ها مثبت اندیشی رو با خانم لوئیس هی یاد گرفتن یا جلو میبرن. خانم لوئیس هی رو که بهشون میگن کوین آف پازیتیو افیرمیشن، ملکه عبارات ترکیبی مثبت، ایشون یک مصاحبه با آقای نیک اورتنر که یکی از پیشگامان تپینگ در دنیا هستن داشتن و آقای نیک اورتنر دقیقا همین سوال رو ازشون میکنن، میگن شما که تپینگ رو هم انجام میدی و دوست داری، نظر در مورد این ماجرا چیه که ما میایم جملات منفی میگیم در حالی که شما خودت ملکه جملات مثبت هستید؟ خانم لوئیس خیلی تعبیر زیبایی داره و من از همون میخوام استفاده کنم. میگه وقتی ما میخوایم یک خونه رو تمیزش بکنیم، میخوایم گردگیری بکنیم یا چه میدونم کمد به هم ریختن رو مرتب بکنیم، اول از هر چیزی باید اون گرد و خاک رو ببینیم. یعنی اگه گرد و خاک نباشه یا کمدمون به هم ریخته نباشه، ما اصلا نیازی نمیبینیم که تمیزش بکنیم. پس مرحله اول مرتب کردن و تمیز کردن اینه که ما اون گرد و خاک رو ببینیم. وقتی که گرد و خاک رو دیدیم و اون رو پاکش کردیم، حالا میتوانیم وارد مرحله بعد بشیم، تمیزی نهایی انجام بدیم و دکورمون رو عوض بکنیم، چیدمانمون رو عوض بکنیم. جملات منفی یا همون تپینگ حقیقت در واقع همین ماجراست.
ما اول از هر چیزی اگه میخواییم استرابمون رو از بین ببریم، افسردگی یا هر مسئله که آزارمون میده رو، وقتی میخواییم اون رو حلش بکنیم، قبل از هر چیزی باید اون گرد و غباره رو پاکش بکنیم. اون گرد و غباره چیه؟ اون احساسات حقیقیه که ما تجربه میکنیم. یعنی که اگر من به شدت حالم بده، مضطربم، عصبیم و بیام بگم که نه من مضطرب نیستم، همه چیز خوبه، من چه خوشبختم، اگرچه که این هم ممکنه جواب بده برای عده‌ای، ولی کوتاه مدته. چرا؟ چون هنوز اون بخشی که ما واقعا احساس حقیقیمون رو بوده سرکوبش کردیم، پوشداونش کردیم و ندیدیمش. کاری که ما توی تفریح میکنیم و بسیار تاثیر گزارش میکنه همینه که ما میاییم از همون استیجی که هستیم، از حال بعدمون، از حقیقت، احساس حقیقیمون حرف میزنیم، ضربه میزنیم و تمام اون فشار رو آزاد میکنیم. وقتی که همه چیز پاک شد، اوکی، یکم حالمون بهتر شد، حالا میتوانیم هر چیز مثبتی رو که دلمون میخواد، همون ری رایتی که گفتم، بازنویسی رو الان میتونیم انجام بدیم. ولی اگر اون منفیا یا اون حقیقت رو سعی کنیم نبینیمش، پوش داونش کنیم و بخوایم ازش فرار بکنیم، در واقع میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که یک میز زنگزدی کثیف زشت رو میاییم روش یه رنگ علکی میزنیم، یه رومیزی خوشگل و یه گلدون هم میذاریم روش، موقتا قشنگه، ولی در نهایت آخر عاقبت ما مجبوریم اون میز رو یا عوضش بکنیم یا بریم سنباده بکشیم، آمادهش بکنیم، بعد رنگ اصلی رو بزنیم. و در واقع وقتی ما فقط مثبت ها رو میگیم، در واقع اون پاکسازی اولیه و فشارهای اولیه رو انجام ندادیم و نتیجهمون خیلی میتونه کوتاه مدت و موقتی بشه. دقیقا. پس نتیجتا ما اول مثلا وقتی هم که جلسه میذاریم، من اول میام میگم بیا اول با حقیقتت روبرو بشو، برای اینکه تو افراد واقعا نیان توی اون ریشه و اون حقیقتشون رو نبینن. فرضاً این مثال رو میزنم، چند روز پیش توی وبینار آخرم یه خانمی گفتن که من میخوام از شوهرم جدا بشم. گفتم ببین قضیه اصلا جداش الان راجب اون آدم نیست، راجب شوهره نیست. به وقتی که ما میایم توی ریشه و من رو بردمش در کودکیش و متوجه شدیم که آهان اون خصوصیاتی که ایشون الان داره راجع به شوهره میگه که بد دهنی میکنه و دست بزن داره و وسواس داره، وقتی که ما اومدیم توی کودکی، بدترین صحنه ای که ایشون دیده که مادرش داره موهاشو میکشه و میزنتش، وقتی میریم در اونجا و اون رو عوضش میگه، یعنی اول ما باید بریم اونجا اینو پیداش کنیم، بعد باید اون رو با وسیله تغییرش بدیم اون تصویر رو، بعد وقتی که اومدیم جلوتر متوجه شدیم که گفتم پس تو که دقیقا زن مادرت شدی، چون شخصیت در واقع شخصیت یکیه، منتها چون همیشه ما اون آدم رو یا اون موقعیتی که الان باش روبرو هستیم فکر میکنیم که اینو بعد اینجا درستش بکنیم، نمیریم توی ریشه که ببینیم آقا اولین از استارتش رو از کجا زد، از اونجا کار کنیم. پس نتیجتا دقیقا همینه، یعنی من اول باید حقیقت رو باش آشنا بشم که آهام، پس چیزی که من الان دارم یاد میگیرم، درسی که دوباره تکرار شد، اینه که در دوران ضعف و ناتوانی وقتی مادری داره منو میزنه، موامو میکشه، من اولین احساسم چیه؟ عدم امنیته و ترس و وحشته و من ناتوانم. وقتی میایم اونجا اون تصویر رو حالا عوضش میکنیم با تصویر مثبت، اون وقت من یاد میگیرم چجوری بیام در درونم، از قدرتم بیام، بعد حالا از اونجا که میام، اون وقت با شوهره میدونم چجوری چیز کنم، من کل انرژیم شیفت میشه. پس کاملا درسته که ما اول باید واقعا با حقیقت آشنا بشیم که حقیقت چیه، و بعد زمانی که آشنا شدیم و حسش کردیم، حالا میایم اون رو تغییرش میدیم، جایگزینش میکنیم با این سناریو و این چی. لیلی جان بگو به خاطر که ما میگیم
هر آن چیزی که در زندگی ما تکرار میشه قطعا ریشه ناخودآگاهی داره. حالا شما هرچی میخواید این بالاشو این روشو درست بکنید، ته قصه دوباره تکرار میشه. یعنی توی این کیسی که شما مطرح کردید، حتی اگر جدایی هم اتفاق بیفته، فارغ از اینکه درسته یا غلطه، حتی اگه اتفاق هم بیفته، وقتی اون ریشه سر جاشه، در نهایت انتخاب بعدی، آدم های بعدی همون سناریوی مادر، همون چیزی که شما گفتین رو دوباره تکرار میکنن. پس اصل ماجرا اونه که ما اون ریشه ماجرا رو پیداش بکنیم، پاکش بکنیم، بازنویسیش بکنیم، بعد در نهایت حالا هر تصمیمی که بگیریم، جدا بشیم نشیم، هر تصمیم بگیریم احتمالاً تصمیم سالم تریم. دقیقا. ببین لیلی، من فکر میکنم که خیلی از طلاقها اتفاق نمیفته اگر ما واقعا بریم توی این قسمت و بیایم طرف رو ببریم توی کودکیش و بیایم ریشه اصلی رو پیدا بکنیم و بیایم انرژی اون رو تغییر بکنیم و از ناتوانی، همونجوری که گفتم، اگر ما افراد رو ببریم اونجا و بعد دقیقا اون ریشه قضیه رو تغییر بدیم، من فکر میکنم خیلی از مقدار طلاق ها کم میشه و این قسمتی که اگر همه متوجه بشن، هر چی ما میگیم بابا این آدم، این تصویر، این پروجکشن، این عکس برگردونه، چی یک چیزی در تو باید تغییر پیدا بکنه، اون فقط داره به توجه تو میاره. او در کودکی وقتی مادر تو رو اینجوری میزده، تو یاد نگرفته که چجوری از قدرت و تواناییت بیای و بعد دو مرتبه الان داره این سناریو دوباره تکرار داره پیدا میکنه، چون این همون شخصیت، فقط جاهاشون تغییر پیدا کرده. و اونجا داشتم به بچه ها گفتم، لیلی گفتم که همون قسمتی که بردمش اینجا، گفتم ببین من بچگیم نقاشی میکردم، بعد یه روز مامانم اومد تو، من برای خودم از تو اختراعاتم بودم و اینکه گفتم بذار ببینم اگه از دور رنگ روغن رو پرت کنم این بخوره اینجوری به بوم نقاشی چی میشه، و مامان من تو این بین در رو باز کرد اومد تو، و وقتی که دید تمام این رنگا رو نه تنها من دارم میزنم میپاشم میخوره به اون، به در و دیوار میرسه، بعد روی قالی گرون قیمت داره میزه، بعدش گفت عزیزم فکر نمی کنی اگر یه چیزی، پتویی چیزی اینجا مینداختیم انقدر کثیف کاری نمیشد. و من بهش یاد دادم، گفتم ببین همین سیستمیه که من سگای خیابونی رو که تربیتشون میکردم، اون زمانیه که اگه افراد یاد بگیرن بیان در چاکرای شکمشون، سولار پلکس زیر سینه، اونجا که نهایت قدرتته و تو از اونجا میای و با چشمت اون انرژی رو میفرستی، اصلا آدم و حیوان ها در مقابل تو میخوابن. بنابراین این بخش رو بیا الان، من چون فکر میکنم لیلی این خیلی مهمه که ما یاد بگیریم از ضعف نیان، ولی از نو به من بگو توی تپینگ ما چجوری میتونیم مردم رو توی قدرت و تواناییشون بیاریم به جای ضعف. شاید حالا بر اساس دقیقا مثالی که شما زدین، چون مثال خوبی بود، اگه بخوایم همون رو یه بگینه جلو ببریم، ببین ما دوباره شاید اینجوری نگاه میکنیم، میگیم وقتی که ما با اون ریشه های ناخودآگاهیمون تصمیم میگیریم، فکر میکنیم و عمل میکنیم، در واقع داریم با کودک تصمیم میگیریم، با کودکی که توی 5-6 سالگیش یا هر سنی که بوده اون اتفاق، اون تروما رو با مادرش تجربه کرده و هنوز که هنوز در 40 سالگیش هم هنوز اون کودک هست که داره تصمیم میگیره. و وقتی ما یه تجربه اینچنینی و تروما در کودکی داریم، حتی خیلی وقتی اون تروما لازم نیست چیز سختی باشه، میتونه یه اتفاق بود باشه که به عنوان یک کودک پرسپشن و درک ما از ماجرا یک تروما یا یک چیز ترسناک. حالا وقتی ما داریم تو اون جایگاه به مسئله نگاه میکنیم، خیلی طبیعیه که جایگاهمون جایگاه ضعفه، جایگاهمون جایگاه اینسیکیوریتی و ناامنی درونیه، و اون کودک هر کاری میکنه برای اینکه اون امنیت رو پیدا کنه، هر طوری که هست. پس در نتیجه ما تا وقتی تو این استیت هستیم و با کودکمون
با کودک آسیب دیدمون داریم فکر میکنیم و عمل میکنیم، همیشه از جایگاه ضعف داریم جلو میریم. چطوری میشه که جریان تو تفریح ما تغییرش میدیم؟ وقتی که برمیگردیم به اون کودک، اون کودک رو بغل میکنیم، آرامش میکنیم در و بهش میگیم همه چیز الان سیفه، تو در امنیت کامل، و اون تصویر رو تغییرش میدیم. من همیشه یه اصطلاحی دارم میگم در حال حاضر اون کودک پشت فرمون زندگی ما نشسته، اون کودکی که داره تصمیم میگیره. فقط تصور بکنید که یه بچه، یه دختر بچه یا پسر بچه 6 ساله رو لباس کار میکنید، تنه سامسونت میدید دستش، میگیم برو سر کار. خب معلومه که تو انتخابای سر کارش هم ضعیف عمل میکنه، هم مضطرب میشه، هم حالش بد میشه. یا یه کودک 6 ساله رو لباس عروس میکنیم، تنش میگیم ازدواج کردی تو الان. معلومه که انتخاب ها و تصمیم ها پر از ترس و ناامنیه. کاری که ما میکنیم برای که اون قدرت درون رو برگردونیم به خودمون و آدم ها، کمک میکنیم که اون کودکی رو که نشسته پشت فرمون و وحشت کرده و اون فرمون رو صفر گرفته، از پشت فرمون بغلش میکنیم، برش میداریم، میذاریم صندلی جلو، کمربندش رو میبندیم، میگیم اوکی یه جس انجوی الان دیگه تو فقط از این مسیری که ما داریم میریم تو لذت ببر، با هم خوشحالیم، با هم کیف میکنیم، ولی فرمون دست من، من 35-6 ساله، من 40 ساله که با تجربه یه آدم 30 ساله میخواد ازدواج کنه، میخواد سر کار بره، میخواد حالا هر تصمیم مهمی بگیره. و وقتی این کار میکنیم به شدت آدم ها شروع میکنن به تجربه اون قدرت درونی که چقدر همه چیز از زاویه یه آدم بزرگسال آسان‌تر شد. و برای اینکه بخوایم یه سرنخ بدیم به حالا همه کسانی که باشون کار میکنیم یا همراهای عزیزمون الان، بهشون میگیم هر جایی که تو خواستی یه تصمیم بگیری، یه کاری بکنی و دیدی زیادی ناامنی، زیادی مضطربی و حالت بده، شک نکن این تو نیستی، شک نکن که این اون کودکه و تو فقط باید یه لحظه پوز کنی، همه چیز رو نگه داری، چند 10 دقیقه، 5 دقیقه اون کودک رو با تب کردن یا هر روشی که بلدی اون کودک رو ببینی، بغلش کنی و بهش بگی که همه چیز سیفه، بسپرش به من انجامش میدم. و اینطوری در 5 دقیقه 10 دقیقه فرمون از دست کودک گرفته میشه و من بزرگسال میام تو جایی که باید باشم و کاری که باید انجام بدم. خب این منظورم این بود که چجوری توی تپینگ این رو انجام بدم. آها، با چه روشی و یعنی استایل تپینگش رو بهشون یاد بدیم. خب این تپینگی که به این شکل هست و تپینگ خیلی عمیقیه، معمولا بهش خیلی معروفه به اینر چایلد تکنیک. یکی از روش های خیلی عمیقه که معمولا توی تراپی ها و توی فضایی که ایمن هست کمتر به صورت گروهی انجام میشه، توی فضای عمومی. پس من توی شرایط وان‌تو‌وان و یک نفره میتونیم برگردیم به ناخودآگاه، این کودک رو پیداش بکنیم و حالا با روش ها و همینطور از هیپنوتیزم هم استفاده میشه. البته اصلا هیپنوتیزم درش وجود نداره، ولی میگن از زبان و ادبیات هیپنوتیزم هم درش استفاده میشه که بتونیم اون کودک رو با تکنیک هایی که وجود داره و هست برش گردونیم به جای سیف و ایمنی که داره. که هم یکم طولانیه توضیحش، هم که احساس میکنم شاید برای کار گروهی نمیشه خیلی واضح اون سیکونس و روشش رو شاید نشه که مطرحش کرد، ولی چندین روش داریم برای بازگشت به گذشته. یکی فست ریگرشن هست که با روش های پرسشگری و چگونه، چرا با پرسش هایی که از اون فرد می کنیم قدم به قدم برمیگردیم. آها، شب بندانش این روش سیف تره که بخواییم الان در موردش حرف بزنیم. یه روشی هست به نام تپینگ پرسشگری که تقریبا تپینگ عمیقی هم هستش. ما میایم شروع کنیم از هر نقطه‌ای که هستیم، مثلا اون کیسی که شما گفت میخواد جدا بشه، فهم میکنه داره مثلا داره به هیچ ظلم میشه، داره تحت ظلم قرار میگیره، نمیتونه حرفاشو بزنه، همه این هم شروع کنی به پرسشگری کردن. اینکه این رفتار چی به یاد تو میاره؟ مثلا میگه اینکه داره حق من خورده میشه، این حق من خورده شدن در کجا دوباره در گذشته برای تو تکرار شده؟
اولین باری که تجربهش کردی کی بود؟ و با یه سری سلسله سوالات کمک میکنیم که اون فرد خیلی قدم به قدم و آروم آروم پله پله بره به گذشته و آروم آروم ریشه اون ماجرا و کلیشون رو پیدا بکنه. پس یعنی اگر ما الان بخوام یک تپینگ بکنیم روی این قضیه که چطور من از ضعفم بیام به قدرتم، نمیتونی الان اون تپینگ رو بگی که چجوری انجام میدیم؟ اگه بخوایم که الان یه چیزی با این ایده انجام بدیم، میتونیم یه تپینگ خیلی جنرال انجام بدیم، یه چیز خیلی کلی که حالا لزوما چون ما همراهانمون رو نمیدونیم الان در چه وضعیتی هستن، اگه یه کسی به ناگهان، چون بعضی ها خیلی سریع ارتباط میگیرن با ناخودآگاهشون و از نظر هلس اند سیفتی و شرایط ایمنی در کار، معمولا تو کار رو توی فضایی که به اون همراهمون دسترسی نداریم انجام میدیم، ولی میتونیم یک چیز جنرال و عمومی رو انجام بدیم و ببینیم حالا چه تجربه خواهد بود. ولی خب ترجیحاً بیشتر دور اون روی اون سطح فقط تپ میکنیم، نه اون لایه های عمیق درون. اوکی. لیلی منظورم اینه که یعنی الان به ما تپ کن، چون ببین داستان همینه، یعنی ما میگیم که اوکی من میخوام الان متوجهم که از ضعفم دارم میام، میخوام یک تپینگ انجام بدم، یاد بگیرم چجوری تپ بکنم که از نقطه قدرتم بیام. میتونی یه تپینگ مثلا نشون بدی با وجودی که لب 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 اینو چجوری انجام بدی؟ اوکی منظورم اینه. آره حتما، فقط مقصود من این بود که بگم ما احتمالا نمیتونیم خیلی تپینگ مفصل یا عمیقی روی این اختصاصا روی موضوع ها کنیم، ولی چرا حتما روی لایه های بیرونی و عمومی حتما میتونیم این کار انجام بدیم. اوکی میخوای انجام بدیم؟ آره اوکی حتما. اوکی پس موضوعمون اینه که میخواییم با وجود همه ضعفایی که هست و هر جایی که میاد به هر دلیلی که هست، ما میخواییم که در واقع اون قدرت درونیمون رو فعلا و الان تجربه شده. دقیقا. بسیار عالی. نفس عمیق بکشید و هر جایی که نشستید پاهاتون رو روی زمین احساسش بکنید، توی همین لحظه و همین جا باشید و از این میخوام به اون چی که به عنوان ضعف در امروز واقفید و فکر میکنید نمیخوام این ضعف برای من برای امروزم تصمیم بگیره، بهش فکر کنید، به ذهن بیارید که دقیقا اون ضعف چیه، از 0 تا 10 بهش یه نمره بدید و ببینید این احساس رو، این فشار رو اوکی پس من الان اینو ساری عزیزم، پس من الان میام توی خودم و میبینم که میزانی که احساس ضعف دارم چه شماره یه، اگر 0 اصلا هیچ ضعفی ندارم و 10 اصلا پر از ضعفم، اصلا قابلیت هیچ کاری ندارم، یه شماره به خودم میدم. بعد بذار بگیم که مثلا فرزن من خودم میدم شماره 9 توی این قسمت. بعد مرحله بعدی این که ببینیم کجای بدنمون وقتی بهش فکر میکنیم کجای بدنمون این فشار رو احساسش میکنیم، معمولا این فشار رو یه جایی تو بدنمون میتونیم حس کنیم، اگر هم کسی احساس نمیکنه هیچ اشکالی نداره. اوکی. اون فشار رو هم ببینید، بهش اسم بدید، مثلا گرفتگیه، درد، تنشنه، هر چیزی که هست رو فقط بهش آگاه باشید که هست. و حالا لطفا به کناره دستتون ضربه بزنید. من نمیدونم راستید کسانی که همراهمون هستن با نقاط آشنا یا باید نقاط رو معرفی میکنید قبل از داریم ویدیو و این داستانایش قم همینو بریم، چون نمیدونم چقدر وقت میاریم. وقت. آره خب آره. پس اول میزنیم روی قسمت کارا. و اگه کسانی هستن که تا به حال تب نکردن یا خیلی مطمئن نیستن، فقط کافی که ما رو دنبال بکنن.
اوکی خیلی هم عالی. خب دستتون ضربه بزنید و لطفا با من تکرار اوکی. با اینکه من توی این لحظه در این لحظه تمام این ضعف رو توی خودم تمام این ضعف رو در خودم احساسش میکنم احساسش میکنم اما خودم رو اما خودم رو و تمام این ضعف رو و تمام این ضعف رو میپذیرمش با اینکه من یعنی رفتیم توی راند دوم آره بله okay. تا سه بار میکنم سه بار میکنم اوکی بار دوم با اینکه من عمیقا با اینکه من عمیقا احساس ضعف میکنم این ضعفی که نمیدونم از کجا ریشه میگیره این ضعفی که نمیدونم از کجا ریشه میگیره نمیدونم داره از کجا میاد نمیدونم داره از کجا میاد اما روی من و زندگی امروزم اما روی من و زندگی امروزم داره اثر میذاره داره اثر میذاره حالا خودم رو و تمام این احساسم رو حالا خودم رو و تمام این احساسم رو میبینم میبینم میبخشم میبخشم و میپذیرم و میپذیرم باید بار سوم به کنار دستمو ضرب بزنیم با اینکه من با اینکه من عمیقا احساس ضعف میکنم احساس ضعف میکنم ضعفی که نمیدونم از کجا میاد ضعفی که نمیدونم از کجا میاد ولی هست ولی هست و نمیذاره من درست تصمیم بگیرم یا عمل کنم و نمیذاره من درست تصمیم بگیرم و عمل بکنم حالا انتخاب میکنم حالا انتخاب میکنم از هر جایی که میاد از هر جایی که میاد به هر دلیلی که هست به هر دلیلی که هست میپذیرمش و آزادش میکنم و هر کس دیگه ای رو که و هر کس دیگه ای رو که توی این ماجرا نقش داره در این ماجرا نقش داره میبخشمش و میپذیرم و به نقطه ابرو میریم و به ترتیب به همه نقاط ضربه میزنیم تمام این احساس ضعف تمام این احساس ضعف تمام این ضعف درونی تمام این ضعف درونی که همه جای زندگیمو که همه جای زندگیم رو داره به هم میریزه داره به هم میریزه تمام این ضعف درونی تمام این ضعف درونی به نقطه بعدی میریم و به ترتیب به همه نقاط ضعف که نمیدونم چرا و از کجا میاد که نمیدونم چرا و از کجا میاد شاید از یه جایی توی گذشته و کودکی شاید از یک جایی در گذشته و کودکی از هر جایی که هست از هر جایی که هست حالا میخوام که آزادش کنم حالا میخوام که آزادش کنم حالا میخوام که بتونم حالا میخوام که بتونم من بزرگسال تصمیم بگیرم من بزرگسال تصمیم بگیرم اما نمیتونم اما نمیتونم انگار این ضعف از من قوی تره انگار این ضعف از من قوی تره از من بزرگتره از من بزرگتره نمیذاره من تصمیم بگیرم نمیذاره من تصمیم بگیرم این ضعف از هر جایی که میاد این ضعف از هر جایی که میاد پر از ترسه پر از ترس پر از ناامنیه پر از ناامنیه پر از استرابه پر از استرابه حالا انتخاب میکنم حالا انتخاب میکنم که تمام این فشار رو که تمام این فشار رو تمام این ناامنی درونی رو تمام این ناامنی درونی رو تمام این ترس رو تمام این ترس رو آزادش کنم آزادش کنم دیگه بهش نیازی ندارم دیگه بهش نیازی ندارم حالا میخوام که آزادش کنم از اینجا نمیاد
الان اینجا هم. هفته اوکی بعد. اوکی من فکر کردم داری اینجا میزنی. اوکی فقط میخوام آزادش کنم فقط میخوام آزادش کنم از تمام گذشتم، از تمام گذشتم، از تمام اتفاقات بد زندگی، از تمام اتفاقهای بد زندگی، حتی اون روزایی که یادم نمیاد. لیلی جان من یه ذره کانفیوز شدم الان، مگه سه بار ما تموم نشده؟ سه بار چی؟ مگه آهان من میدیوژولی سه بار من منفی میزنم بعد سه بار مثبت؟ نه ما معمولا خیلی فرمولوار بهش نگاه نمیکنیم، میریم تا زمانی که یک راوند کامل رو از دارم خودمون تموم کنیم. البته الان تقریبا راوند آخر بود. اوکی برای اینکه پریسا نوتیس داد که ما 10 دقیقه وقت داریم، اینه که اگه بریم یه رام توی مثبتش بعد عالی میشه عزیزم. خب برگردیم به نقطه ابرو. اوکی بریم به نقطه ابرو و من سعی میکنم رند آخر. اوکی حالا انتخاب میکنم، حالا انتخاب میکنم که تمام این ترس ها رو، که تمام این ترس ها رو از هر جایی که میاد، از هر جایی که میاد آزادش کنم، آزادش کنم. حالا انتخاب میکنم، حالا انتخاب میکنم که آروم بگیرم، که آروم بگیرم. حالا انتخاب میکنم، حالا انتخاب میکنم که قدرتم رو پس بگیرم، که قدرتم رو پس بگیرم. از تمام گذشتم، از تمام گذشتم قدرتم رو پس میگیرم، قدرتم رو پس میگیرم. حالا انتخاب میکنم، حالا انتخاب میکنم که به جای تمام ترس های بیهودم، که به جای تمام ترس های بیهودم، به جای تمام ناامنی های بیهودم، به جای تمام ناامنی های بیهودم که توی این همه سال هیچ کمکی به هم نکرده، که توی این همه سال هیچ کمکی به هم نکرده، آرامش رو جایگزین کنم. اعتماد به خودم رو جایگزین کنم. اعتماد به خودم رو جایگزین کنم. اعتماد به جهان هستی رو جایگزین کنم. اعتماد به جهان هستی رو جایگزین کنم. حالا قدرتم رو پس میگیرم. حالا قدرتم رو پس میگیرم. از خودم. از خودم. از من کودک. از من کودک. از اون کودک ترسیده تمام قدرتم رو پس میگیرم. از اون کودک ترسیده همه قدرتم رو پس میگیرم. از همین الان، از همین لحظه، از همین الان و از همین لحظه. یه نفس عمیق بکشید و حالا برگردیم به اون احساس اولیتون و اون احساس ضعفی که داشتید و حالا وقتی دوباره بهش نگاه میکنید ببینید حالا چی دارید تجربه میکنید و اون فشاری که توی بدنتون بود رو ببینید الان در چه حاله. من البته راوند آخر رو خیلی سریع تموم کردم، خواستم وسط تفریح ناگهان قطع بشی. اوکی نه متوجهم عزیزم. خب پس الان من بعد میام توی خودم و میام توی اون قسمتی که فرزن اگر فشار روی گردنم بود الان میام روی اون که ببینم حس چی شد، مثلا 9 بود الان کمتر شد، همون جوری مونده و هی ادامه میدم تا اینکه اون شمارش بیاد. بله من خیلی سعی کردم یه کامبینیشن انجام بدم و یه ذره به لایه های زیر یه سرکی بزنیم و با این مقدار رم که انجام دادیم احتمالی زیادی که خیلی ها به درجات خیلی پایین رسیده باشن. یعنی ما به 3-4 که برسیم دیگه جاییه که اوکی دیگه جای خوبیه، حالا میتونیم برای به 0 رسوندنش یه چند تا راوند مثبت‌تر هم انجام بدیم با تجربه حالا صحبت جدیدی که دوباره رو خواهیم داشت. بعد لیلی جان پیشنهاد میکنی که روزی چقدر ما این رو انجام بدیم؟ ببین من همیشه خودم یکی از چیزایی که در مورد تفینگ دوست دارم و خیلی هم پیشنهادش میدم اینه که میگم بیوتی تفینگ اینه که قشنگی تفینگ اینه که شما تو هر استیجی که هستیم میتونیم شروعش کنیم، تو هر استیجی میتونیم استفادهش بکنیم. بنابراین خیلی من نمیگم که مثلا حتما 15 دقیقه یا حتما روزی 1 ساعت، همچنین میگم برید با خودتون و حال درونیتون ببینید امروز به چی نیاز دارید. یه روزی
ممکنه شما 45 دقیقه یک ساعت تپ کنید، یه روزی ممکنه یه تپینگ اورژانسی 5 دقیقه تمام روزتون رو بسازه. این بیشترین چیزیه که همیشه توصیه می‌کنم، ولی به صورت روتین اگه ما بتونیم 15 تا 20 دقیقه تا نهایتا نیم ساعت رو روزانه تپ کنیم توی یک ریتم منظم، تاثیرش توی روند زندگیمون شگفت‌انگیز خواهد بود، خصوصا اگه صبحون اتفاق بیفته، چون کمک میکنه که روز پربارتر و حال بهتری رو طول روز داشته باشیم و البته اگه هم مشکل خواب داشته باشیم که قبل از خواب هم پربارتر. لیلی توی روز چقدر ما باید، چند بار باید این رو انجام بدیم؟ خوبه پیشنهاد اینه که چند بار در روز، و اگر اینکه خب من از صبح تا شب که میرم توی احساسای متفاوت، ممکنه که الان بلند میشم صبح و خب حالا شب پیشش خوب خوابیدم و نمیدونم یه داستانی بوده، بعد حالم تقریبا اوکیه، ولی در طول روز که پیش میره یه دفعه دو تا اتفاق و یه محرک و شوهره چپ نگاه میکنه و بعد دو مرتبه کارم نمیدونم عقب میفتم. من میخوام بدونم که در طول روز که من در احساسهای مختلف میرم و اینا، پیشنهاد چیه؟ اوکی. اول این چیزه، اگه ما تپینگ رو توی ریتم روزانه مثلا همیشه داریم، یعنی بیاد یه چیزی تو برنامه زندگیمون، اون تفریحی که ما ممکنه صبح انجام بدیم، اون همون قدرت درونی رو به همون میده که بهتر بتونیم با انواع چالش ها رو برو بشیم. یعنی ممکنه همون یک بار در صبح یا ظهر برامون کافی باشه، ولی یه وقتی هم هست که به قول شما چند تا چالش مختلف توی یه روز میاد که ما رو به هم میده. توصیه ای که ما میکنیم اینه که هر موقع هر چیزی اومد، همون موقع برای همون مورد یه 5 دقیقه تپ کنیم. من نمیدونم اگه وقت داریم و اگه دوست داشته باشین یه روزی که روش های تپینگ رو که بهش میگیم تپینگ اورژانسی رو توضیح بدم. اوکی عزیزم. این شرایط استفاده میشه کرد. اوکی. بگو. فرصت داریم. آره عزیز، من فکر میکنم سرزاد وقتمون تموم شده، ولی چون اینا رو با هم چیز کردیم شاید مکس یه 5 دقیقه وقت داشته باشه. اوکی. خب. میگن که بهتر قطع کنیم دوباره، میگن چون احتمالاً هیچ وقتی نداریم. سحر جان، من به خاطر اینکه اینجا نمیتونم طولانی تر برم وقتو برای یه ساعت امروز نمیتونم، میتونیم کاری که میکنیم یک لایو دیگه بریم دوباره با لیلی جون که بیشتر بریم توش، ولی الان نمیشه. بگو از انشاءالله. پس من خیلی سریع میگم که حالا فقط یه ایده بدیم و میتونیم مفصل‌تر در مورد صحبت کنیم. هر زمانی که حالتون بد میشه به هر دلیلی که هر، ما به این میگیم تبلیغ اورژانسی، یا حتی بعض وقتش تبلیغ توالت، یه جای خلوت، حتی اگه سر کار هستیم و دسترسی به هیچ جا نداریم، یه توالت پیدا بکنید برای 5 دقیقه فقط سرمو بزنید و تمام اون تبلیغ حقیقت، تمام اون چی که در لحظه داره اذیتتون میکنه رو بگید، حتی اگر لازمه بعد بیراه بود، مثلا سر کار هستید و مدیرتون به شما یه حرفی زده که اعصابتون به هم ریخته و نمیتونید هیچ کاری بکنید، برید یه خلوت پیدا کنید، 5 دقیقه یه نفس عمیق و هر چیزی که به ذهنتون میاد و داره آزارتون میده رو بگید. تو اون شرایط که حتی مثبت هم نمیتونید بگید، هیچ اشکالی نداره، فقط منفی ها یا تبلیغ حقیقت رو فقط بگید، تا وقتی که احساس کنید اون فشار درونی که مثلا دهه به نصف رسیده پایین اومده و حالا شما بهتر میتونید با اون ماجرا رو بگیرید و حل بشه. این هم بجز اون تبلیغی که ما در روز میگیم صبح زور هر موقع که تونستید انجام بدید، این که در لحظه هایی که داره اذیتتون میگه رو بگید و تب کنید، عالی خواهد و ممکنه این رو ما ده بار در روز برامون پیش بیاد و بهش نیاز داشته باشید، ولی میتونه خیلی سریع مثل یک تزریق سریع به خودمون مشکل رو حل کنیم. پس هر زمانی که پیشنهاد اینه که هر زمانی که من احساس میکنم که حالم خوب نیست یا دارم به هم میریزم یا مخصوصا استرس دارم یا هر چیزی، فوری میرم یه جایی رو پیدا میکنم و تپ میزنم و همه اون چیزی رو هم سانسور نمیکنم. همه چیزایی که میخوام الان احساسم چی، الان میخوام اینو بزنم با کوشمش، الان اون حال منو داره به هم میزنه، همه اینا رو میزنم که خودمو.
بعد میگی که لیلی فرقی نمیکنه که مثبتش بزنم تا هم ما فقط حالمون خیلی بد، ولی اگه اون لابله ها بعد از 5 دقیقه اون مثبت هم اومد هیچ اشکالی نداره، ولی خیلی خوبه که به اینتویشنمون، به اون ندای درونمون که داره میاد اعتماد کنیم. اگه داره فقط منفی میگه ازش نترسید، مهم اینه که همراهش بشین، بغلش کنید، بگیدش و رهاش کنید. این اصل ماجراست. و حالا شما یه نکته‌ای که یادم افتاد بین صحبت شما، حتی اگه یه جایی هستی که نمیتونید 5 دقیقه خلوت کنید و یه جای خلوت رو برید، پشت میز کارتون هر جایی که نشستید فقط کافیه به نقاطی که دیده نمیشه آروم ضربه بزنید، دستتون رو ببرید زیر میز و آروم ضربه بزنید، حتی اون بعد و بیره ها رو هم میتونید. ولی لیلی چه اشکالی داره؟ میگم چه اشکالی داره که ما خیلی اوپن باشیم و اون موقع که حالمون بعده جلو بقیه هم، حالا فکر کن توی شرکتی و میگه آقا من حالم بده و شما مگه میخواین با من انجام بدین و مردشور همه تون رو ببرن و ایشالله همه تون زودتر فایر بشین، همه تون از جلو چشم من رد بشین، چه اشکال داره جلو همه این کار رو انجام بدین؟ اصلا اشکالی نداره و من همیشه میگم اگه این کار کردی سبب بزرگی کردی، چون به یه گروه دیگری تفیق رو هم یاد دادی، ولی این رو به این دلیل که خیلی ها در ابتدای احساس رو ندارن و چون راحت نیستن جلوی خودشون رو بگیرن که خب نمیشه تقبل. ما میگیم نه، همیشه و همه جا میگیم حتی کافیه دست به سینه بشینی و همینطور که دست به سینه نشستی زیر بغلت رو تقبل. همیشه این سرانگشتان معجزه‌گر در دسترس شما و میتونی توی لحظه حساس و بحرانی خود کمک کنی. دقیقا لیلی جون، یک دنیا ازت ممنون عزیزم. حتما با همدیگه یه لایو دیگه میز که بتونیم قسمت‌های دیگه این رو کاور بکنیم. برای دوستانی که روی فیسبوک یا اینستاگرام هستین، لیلی رو میتونین از روی اینستاگرام زیر لیلی بخری پیدا بکنین. و اینکه چسم سحرم که کمک می بهتون، سحر روی اینستاگرامه و پریسا جونم روی فیسبوک هستش. بازم ممنون لیلی جون، ساری که من امروز خیلی دفعه دیگه حالا شیرینی میرینی هم میاریم و طولانی ترش میکنیم لیلی. قربونتو، مرسی عشقم، بای 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 لیلی.